سلام بچه ها، خوش اومدید دوباره به برنامه مثبت 25مین برنامه سوم. یه لحظه امیدوارم صدا خوب ثبت بشه. خوش اومدید به برنامه مثبت 25مین برنامه سوم که قراره بریم سکانس بعدی رو با هم دیگه ببینیم، با هم دیگه تفسیرش کنیم. تفسیر که نه، خب بچه ها قراره با هم دیگه بریم سکانس بعدی رو ببینیم، یه مقدار در مورد صحبت بکنیم و بدون معطلی بریم که داشته باشیم سکانس بعدی رو. خب بچه ها میریم که سکانس بعدی رو داشته باشیم همگی با هم دیگه، از اونجایی که چشماشو میخواد باز بکنه و از خواب بیدار بشه. خلاصه که این دارک وب خیلی چیز خفنیه، اما جای خدایی نگید داستاندار میشه. چند وقت پیش یه جا خونده بودم که نوشته بود در مورد ساختن ماشین زمان و این چیزا. خب بچه ها یه سکانس کوتاه رو با هم دیدیم، سکانسی که توی تولدش هست و یه سکانس خیلی مهمه توی این فیلم. من هر سکانس هم گفتم مهمه. خب واقعا مهمه به نظر من، سکانس به سکانس، پلان به پلان خیلی مهمه توی پیشرفت فیلم، توی جلو رفتن داستان، توی قصه گوییمون خیلی مهمه. این خیلی تاثیر زیادی داره. و اینکه این سکانس ما تازه متوجه میشیم که اون حرفایی که اول فیلم داشت میزد در مورد دارک وب و اینا توی همین تولد بوده، یعنی داشته واسه دوستاش تعریف میکرده، تو جمع دوستاش داشته میگفته و آره این آزمایشه که روش انجام شده و اون آقاهه و که تو قسمت اول توضیحش دادیم. و ما تازه اینجا میفهمیم که خب این صحبتهایی که داشت میکرد توی سکانس اول ادامهش رو اینجا داره میگه، یعنی این که این ادامه همونه، این توی اون مهمونیه داشته واسه دوستای صحبت میکرده، واسه بچه ها داشته میگفته که آره بچه ها دارک وب اینجوریه، من تازه باشاشو شدم، رفتم اینو دیدم اونو دیدم، خیلی جای آزادیه، خیلی چیزیه که مثلا خیلی محیط غیر قابل کنترلی داره، خیلی جامعه زیرزمینی هستش که واقعا هیچ کسی نمیتونه توش دستی ببره، هیچ کسی نمیتونه متوقفش کنه، خیلی آدمای خفن و بزرگی توش هستن، خیلی آدمای این کاری توش هستن و به همین دلیل یه اتفاقاتی میفته که خب بعدن که بریم جلوتر توی فیلم متوجه میشیم که خب چه ربطی داشته به این سکانس که ما مثلا دیدیم این سکانس رو توی این توضیحاتش رو داشت میداد. فعلا تا 5-6 دقیقه اول فیلمو که ما دیدیم ما آنچنان توضیحات زیادی نداشتیم، فقط یه مقدار از شخصیت این فرد رو مشخص کردیم، یک کم از شخصیت طرف باخبر شدیم، یک مقداری هم از داستان این که خب این تازه تو زندگی 25مشه، قبلا زندگی کرده، 24 بار زندگی کرده و خیلی جالبه که توی محیط دارک وب هم اینو دیده که یه فردی بوده زندگی‌های متعدد داشته، کم کم داره به این باور میرسه که خب زندگی‌های متعددی وجود دارن، ما هممون شاید بیشتر از یه بار زندگی کردیم، جاهای دیگه زندگی کردیم و خب این کم کم ذهنش داره درگیر میشه واسه این موضوع. به همین دلیل همینطور که میریم جلوتر یه سری اتفاقات به صورت زنجیروار به هم دیگه مرتبط اتفاق میفته تا این یک داستان واقعا عجیب بشه که چجوری این تونست از اینجا به اینجا برسه.
دیگه بیشتر از این توضیحش نمیدم، دیگه سکانس‌های بعدی میریم تو برنامه‌های بعدی توضیحات بیشتری در موردش میدم بهتون. سکانس بعدی یکی از بلندترین سکانس‌های فیلمه که خب اکثریت فیلمو در بر داره و خب احتمالاً برنامه بعدیش دو پارت بشه یا حتی سه پارت، میتونه که سه پارت هم بشه چون خیلی توضیحات داره، خیلی نکات داره که داره بهش اشاره میکنه و من ترجیح میدم که سه پارت بشه مثلا، یا اینکه سکانس رو نبینیم فقط توضیحات باشه. حالا یه مقدار باید در موردش فکر بکنم، ولی خب هر چی باشه توی کانال یوتیوبم ویدیوها رو آپلود میکنم، توی پیج اینستاگرامم هم میتونید دنبال کنید استوری که میذارم، از چند گاه نظرسنجی میکنم. و اینکه یادتون نره حمایتاتون رو انجام بدید از کانال بس میوزیک فیلم و اینکه مراقبت کنید فعلا.